سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور میگوید که حکومت تاکنون برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا 15 میلیون دلار را مصرف کرده است. آقای دانش که در مراسم معرفی والی تازه هرات سخن میگفت میگوید که حکومت با تمام توان و منابع دست داشتهش در تلاش است تا این ویروس را مهار کند. دانش همچنان ویروس کرونا را تهدید جهانی خواند و تاکید نمود که یگانه راه فایق آمدن به بحران بیماری کووید 19 تقویت روحیه ملی و همکاری تمامی اقشار جامعه با رعایت توصیه‌های صحی می باشد. سید وحید قطاری که به عنوان والی هرات معرفی شده است میگوید که در اوضاع کنونی در کنار عملی سازی دیگر برنامه‌های حکومتداری مدیریت بیماری کرونا از اولویت‌های کاری در اداره محلی خواهد بود. در اوج تهدید برخاسته از بیماری کرونا و تغییر در رهبری اداره محلی هرات، معاون دوم ریاست جمهوری کشور که برای معرفی والی تازه به هرات آمده است، بیان اقدامات پیشگیرانه حکومت برای مهار و مدیریت بیماری کرونا از مهمترین سخنانش در این مراسم است. تخصیصات پولی خاص به نهادهای مربوطه که از اون جمله چند مورد را لازم می‌بینیم اینجا خدمت شما نام می‌برم. مبلغ 15 میلیون دلار به وزارت صحت عامه افغانستان که این مبلغ تا پری روز که ما از مسئولین وزارت صحت عامه پرسان کردیم تمام این مبلغ مصرف شد. روز یک مبلغ در حدود 70 یا 80 میلیون افغانی که باقی مانده، برعکس اون چیزی که گاهی در رسانه ها مطرح میشه که پول هست و مصرف نمی کنن یا اجازه نمیدین که مصرف شد. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید حکومت با تمام توان در تلاش است تا با امکانات دست داشتهش بیماری کرونا را مهار کند. چند روز پیش جناب رئیس جمهور حتی هدایت دادن که بودجه سال 99 دولت را بازنگری کنند و حتی در صورتی که لازم باشه از شورای ملی افغانستان تعدیل بودجه را خواهش کنیم تا منابع جدید را اختصاص بدیم برای مبارزه با این بحرانی که در سطح ملی دامنگیری ما شده. در حالی که معاون رئیس جمهوری کشور از مصرف نزدیک به 15 میلیون دلار برای مقابله با بیماری کرونا در کشور سخن میگوید، اما برخی از فعالان مدنی با اشاره به کمبود امکانات و نبود نیروی متخصص طبی در هرات چگونگی مصرف این پول را پرسش برانگیز میگویند. باید برای همه کمیته ها در قسمت مصرف چگونگی مصرف این پول ها وضاحت وجود داشته باشه و همچنان به درستی تشخیص بشه که در قسمت رفع چالش مبارزه با کرونا از این پول چگونه استفاده صورت گرفته. همزمان با این والی تازه معرفی شده برای هرات میگوید در اوضاع کنونی در کنار عملی سازی دیگر برنامه‌های حکومتداری مدیریت بیماری کرونا در اولویت‌های کاری اداره محلی قرار خواهد داشت. حوزه‌های دیگه حکومتداری را به خصوص عرصه امنیت و مبارزه با فساد ما فراموش نمی‌کنیم، ولی به واقعیت خط اول مبارزه ما و کار ما مدیریت بیماری کنونی در هرات است. از سوی هم والی پیشین هرات یک بار دیگر این ولایت را از لحاظ شیوع بیماری کرونا مقایسه به شهر ووهان چین و قم ایران می کند. ووهان افغانستان هستیم و قم افغانستان هستیم. این تاریخ نوشته خواهد کرد که هراتیا و مردم حوزه غرب قهرمانانه از این سنگر دفاع کردند و استاد شدند و نماندند که افغانستان به طرف خرابی برود. والی تازه هرات در حالی از سوی معاون ریاست جمهوری رسما معرفی شده است که پیش از این عبدالقیوم رحیمی حدود 15 ماه را به عنوان والی این ولایت ایفای وظیفه کرد. با این حال در اوضاعی که هرات با تهدید کرونا مواجه است دیده شود که این تغییر در رهبری اداره محلی چه تأثیری برای بهبود مدیریت این بیماری خواهد داشت.